سلام شنبه 6 مهر 92 28 سپتامبر 2013 میلادی در مورد 6 موضوع امروز صحبت می‌کنیم موضوع اول اینکه برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آقای روحانی و آقای اوباما رؤسای جمهوری ایران و امریکا تلفنی دیروز 15 دقیقه صحبت کردند به گفته خانم سوزان رایس مشاور امنیت ملی اوباما این تلفن به درخواست آقای روحانی صورت گرفت در آخرین دقایقی که آقای روحانی در امریکا بود ظاهرا دو طرف به گفته آقای اوباما امیدوارانه صحبت از این کردند که اختلافات پشت سر گذاشته بشه و بتوانند رو به جلو حرکت کنند به نظر میرسه که بعد از اینکه فضای خبری در این چند روز گذشته عمدتا روی این در امریکا حداقل قرار داشت که آقای روحانی به دلیل فشار تهران و تغییر عقیده رهبر ایران از قرار قبلی برای دیدار در راه رو عقب نشینی کرده بود دوباره به آقای خامنه ای گفته شده که آبری روزیه و ایشون که مدیر ضعیف و مزبزبی هم هست و معمولا به شکل آخرین نفری در میاد که پیش ایشون رفته رضایت داده که تلفنی لاقل صحبت بکنن که با هماهنگی که کردند این صحبت تلفنی انجام پذیر شد سایت رجا نیوز که به جپه پایداری نزدیکه به شدت به آقای روحانی بابت این صحبت تلفنی حمله کرده و گفته به محض برگشتن باید پاسخگو باشه در حالی که فکر میکنم در واقع این پایداری ها در بازی قرار ندارن آقای عزیز جعفری فرمانده کل سپاه عنوان کرده که حرفای آقای روحانی در سازمان ملل در چهارچوب نظام بوده سپاه ایشون گفته قبل از اینکه نظامی باشه انقلابیه و ضمنا داغ دلش تازه شد آقای عزیز جفری گفته سال 88 اتفاقات بعد از انتخابات بزرگترین تهدید انقلاب اسلامی بوده آقای سردار قاسم سلیمانی هم صحبت کرده که این کوتاه اومدن امریکایی ها که معلوم نیست کدام کوتاه اومدن منظور ایشون هست حاصل مقاومت مردم بوده و در واقع خط تبلیغاتی این حضرات این است که میخوان ضعفی رو که الان دو هستند گرفتاری رو که برای کشور درست کردند انزوای رو که به وجود آوردن تحریم و فشار اقتصادی که به وجود اومدن و ناچار شدند که قدم به عقب بگذارند رو میخوان نقطه قوت نشون بدن آقای سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در قم گفته که قدرت امریکا دچار خدشه شده و کرنش آن جلوی مقامات ایرانی رو میبینید باز هم عرض میکنم همین است که حضرات میخوان ضعف و توسری خوردن خودشون و عقب رفتنشون رو درست برعکس قوت نشون بدن روزنامه هارتس نوشته که آقای نتانیاهو که هفته آینده به امریکا میاد گفته حالا نوبت منه البته تحلیلگر همین روزنامه هارتس به دولت نتانیاهو انتقاد کرده و گفته که عمل کردش غلطه و باید اعتراف کنه که با سیاست های این دولت در جهان منزوی شده و ایران داره از لاک انزوا بیرون نکته دوم این که آقای جان کری وزیر خارجه امریکا در مصاحبه با شبکه CBS امریکا گفته که ایران باید که فورا اجازه بده که بازرس های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فوردو رو بازدید کنند که دسترسی بهش نیست غنی سازی رو بپذیرند که زیر درصدی بیارند و بالای اون رو هرچی دارن متوقف کنند احتمالا سر پنج درصد میخوان توافق کنند و الحاقیه پیمان NPT رو ایران باید امضا کنه تا بعد از اون بتونیم جلو بریم و حرف بزنیم در واقع به عنوان شرط های اولی آقای کری این سه شرط رو مطرح کرد این در حالی است که کیهان به شدت به آقای جانکری حمله کرده و گفته که این نشونه دروغگویی و عدم صداقت امریکایی هاست آقای آسفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته که اصلا امریکایی ها باید تحریم ها را همه رو بردارند تا ما بتوانیم مذاکره کنیم در واقع ایشون هم یک نوع پیش شرط از اون طرف گذاشته آژانس در پاسخ به گزارش اخیر آژانس به انرژی اتمی که گفته بود ایران هزار سنتریفوژ جدید به مدار آورده راه اندازی کرده و بسیاری از ابعاد برنامهش برای آژانس معلوم نیست گزارش 20 صفحه‌ای رو سازمان انرژی اتمی به آژانس داده خواستم که در سایت آژانس منعکس بشه به شدت در این گزارش به شخص آقای آمانو رئیس آژانس حمله کرد و این در حالی که رضا جعفری نماینده جدید ایران در آژانس با مسئول آژانس مشغول گفتگوست و قرار است که در روزهای آینده هم گفتگو ادامه پیدا بکنه در تهران شایع شده به اینکه قرار است ممنوعیت سویفت به اصطلاح نقل انتقالات بانکی برای مواد غذایی و دارویی فقط برداشته بشه به دنبال اینکه اداره خزانه امریکا تحریم ها رو تحریم های بانکی و بیمه و حمل و نقل و سایر موارد رو برای غذا و دارو برداشته روزنامه وال جورنال هم نوشته که در این خلاصه هیسوبیس ایران به کامپیوترهای نیروی دریایی امریکا حمله سایبری کرده در قسمت البته غیر محرمانه اونها و اونها رو حک کرده نکته سوم اینکه آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده که اکثر بانک ها در وضعیت قرمز قرار دارند و در مورد سرمایه گذاری در صنعت هم نرف که صحبت میکرده گفته باید سراغ منابع مستقیم مالی و بازار سرمایه رفت و از بانک ها در واقع پولی نمیشه گرفت خبرگزاری ایسنا خبر داده از اینکه قیمت لوازم خانگی در بازار در یک سال گذشته 400 درصد افزایش پیدا کرده بالاتر از هر نوع افزایش نرخ ارزی که حد سه برابر شده 300 درصد افزایش پیدا کرده و بعد هم لوازم این که ورودش به کشور و ثبت سفارش سفت و سفارشش اساسا ممنوعه به وفور در بازار وجود داره و سال کرده اینها از کجا میاد که البته توسط آقایون سپاهی و به قول آقای احمدی نژاد برادران قاچاقچی وارد کشور میشه آقای نعمتزاده وزیر صنعت و معدن و تجارت هم از شرکت های خودروسازی ایرانی خواسته که از شرکا و طرف های قرارداد اروپایی و ژاپنی و کره‌ایشون بخواند که به ایران برگردند این در حالیه که این کمپانی ها رفتن و قطع رابطه کردند به دلیل تحریم های بانکی و تحریم صنایع خودروسازی ایران روزنامه شرخ هم از قول رئیس مرکز تحقیق بیماری ایدز خبر داده از اینکه بیماری ایدز وارد مرحله سوم شیوعش یعنی مرحله شیوع جنسی شده که پیش این مرکز عنوان کرده بین 70 تا 80 هزار نفر مبتلا به بیماری ایدز در ایران داریم و احتمالاً 50 تا 55 هزار نفر هم در مرحله ای هستند که هنوز نمیدانند به ویروس چایوی مبتلا هستند. نکته چهارم اینکه شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطنامه علیه سوریه رو تصویب کرده بدون اینکه اسم در این قطنامه بیاد چه کسی سلاح شیمیایی مصرف کرده و خواستار این شده که سلاح شیمیایی سوریه نابود بشه آقای احمد الجربا رئیس اطلاف ملی سوریه هم عنوان کرده که نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان از سوریه باید بیرون برن قبل از اینکه کنفرانس صلحی بخواهد در ژنو معروف به ژنو دو برگزار بشه نکته پنجم این که دپای صحبت آقای رفسنجانی در حسینیه جماران گروهی شعار آزادی موسوی و کروبی و رهنورد رو سر دادند اما خبرگزاری فارس به شدت حمله کرده و گفته که اینها خانواده های شهدا نبودند و دفتر رفسنجانی رو به بی صداقتی متهم کرده ولی دو نفر از مشاوران آقای رفسنجانی هم پاسخ دادن هم کتبی و هم شفایی و توضیح دادن که همه چیز با هماهنگی بوده کسی هم جلسه رو ترک نکرده از خانواده شهدا هم کسی از حسینیه بیرون نرفته جمعی از زندانیان سیاسی بند 350 اوین هم با امضای نامه ای از 77مین سالگرد تولد آقای کروبی رو تبریک گفتند با شعری از حافظ شروع کردند و در اون آقای کروبی رو محبوب آزادگان سرزمینمان و شرف سبز در هنگامه نیرنگ و جفا خواندند مریم شفیپور برای اولین بار توانست بعد از چند ماه با پدر مادرش ملاقات کنه و در این ملاقات از وضعیت جسمی خودش و فشار بازجوها خبر داده رویا سعیدی هم سه ماه بازداشت شده ولی هیچ خبری از او نیست و اسباب نگرانی همه شده سه نفر از پیروان آین یاری عبدالله قاسمی بخشلی محمدی و سپندلی محمدی هم در زندان ارمیه هر کدام به پنج سال حبس تعذیری محکوم شدند اما نکته آخر اینکه جناب آقای امامی کاشانی امام جمعه تهران فرمودند که جمهوری اسلامی بوی گل میده و عطرش هم همه دنیا رو گرفته اندکی صبح سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی